میهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی دفتر دیگری رو از این برنامه های برگی از تاریخ برای شما باز میکنم. من باید در واقع هر بار در آغاز برنامه بگویم که جای حسین مهری در این برنامه ها خالی. بر روی تا هنگامی که ما بتوانیم نه جانشینی ولی دست کم دستیاری که شاید اندکی به پاییشان بتواند برسد برای این برنامه ها بیابیم، من این برنامه ها رو خودم اجرا خواهم کرد. موضوع برنامه برگی از تاریخ است. این موضوع رو من و آقای مهری در حدود 12 سال پیش برگزیدیم. البته عنوان برگی از تاریخ سالیانی پس از اون هنگامی که در برنامه‌های تلویزیونی با هم شرکت داشتیم برگزیده و دستچین شد. آقای مهری در یک نخستین رادیوی سراسری ایرانیان خارج از کشور که به همت آقای مروتی را افتاده بود شب برنامه داشت. در واقع اون رادیو یکی از چهره هایی که اون رادیو رو اصلا رادیو کرده بود آقای حسین مهری بود. ایشان چند پای ثابت داشتن در اون رادیو، آقای بهرام مشیری، آقای عباس میلانی و من، آدم های برنامه ساز ثابت بودیم. به ویژه فکر میکنم من و آقای عباس میلانی، من سه شنبه شبها با ایشون درباره رویدادهای تاریخی و گاه رویدادهای اجتماعی و سیاسی گفتگو داشتم و سالیان درازی این کار انجام شد، شاید 5 سال، تا اینکه رادیو بسته شد و من از ایشان خواهش کردم هنگامی که کار من در برنامه های یک کلمه در تلویزیون اندیشه آغاز شد، از ایشان خواهش کردم که این برنامه ها رو با هم در تلویزیون اندیشه داشته باشیم و سپس بنیاد آینده رو ما برپا ساختیم و برنامه های ایشون رو هم به زیر چتر همین برنامه های بنیاد آینده آوردیم. 3 برنامه ایشون داشتن در تلویزیون، یکی با من بود همین برگی از تاریخ، دیگری در امتداد هفته گفتگوهای هفتگی ایشان با دکتر عباس میلانی بود و سومی گفتگو با چهره ها و شخصیت هایی بود که اسم نام اون برنامه چهره ها و گفته ها بود. از میان برنامه هایی که دوست نازنینم حسین مهری در این تلویزیون داشتن، برگی از تاریخ همچنان به جای مانده و امیدوار هستم که از هفته آینده برنامه در امتداد هفته با آقای عباس میلانی، دکتر عباس میلانی هم به گونه ای در این تلویزیون اجرا بشود. حالا چگونگیش رو هنوز ما جزئیات اون رو در دست و اختیار نداریم. دیروز 30 تیر ماه بود، 30 تیر ماه سال 1397 خورشیدی. روز بسیار مهم به تاریخی در ایران هست. روزی است که پس از یک قیام گسترده مردم در واکنش به برکناری یا استعفای دکتر محمد مصدق و در واقع واکنش به نخست وزیری قوام السلطنه، مردم به خیابان ریختن و دکتر محمد مصدق به نخست وزیری بازگشت. این پیکری که من برای جناب کارگردان فرستادم، این پیکری مصدق در هنگامی است که پیش از رفتن به خارج برای مسئله نفت در مجلس، در برابر مجلس روی یک چارپایه رفته و در اونجا گفته مجلس اینجاست، چون ملت در اینجا هستن، در واکنش به ابستراکسیون هایی که در درون مجلس نمایندگان مخالف اجرا می کردن و نمی گذاشتن که او بتواند در مورد مسئله نفت گزارش درستی رو بده. قوام السلطنه هم که بیشتر پیکرهای او از او در دست است، در همین رخت رسمی است. احمد قوام، قوام السلطنه، این رخت رسمی تشریفاتی است. هنگامی که نخست وزیر یا وزیران به دیدار شاه می رفتن یا هیئت وزیران رو معرفی می کردن، رخت رسمی می پوشیدن و قوام از شخصیت هایی است که در این زمینه بسیار پافشاری داشت. جالب اینجاست که در تاریخ دور ایران، تاریخ دور مدرن ایران،
همه لقب داشتند. مصدق مصدق السلطنه بود، قوام قوام السلطنه بود و دیگران هم با لقب از اونها نام برده می شد و آدم ها آمدن و این لقب ها رو نام خانوادگی کردند و محمد مصدق السلطنه نام مصدق رو برگزید و هنگامی که از ایران برای درس خواندن به اروپا رفت، به فرانسه و سوئیس، نخست با نام مصدق السلطنه او رو میشناختند و هنگامی که رساله دکتراش رو نوشت، بر جلد رساله دکترا اون سلطنه رو کنار نهاده بود و فقط محمد مصدق شناخته میشد. خیلی پیش از اینکه در دوره پس از کودتای 1299 و فراز رضا شاه به نخست وزیری و سپس پادشاهی القاب کنار نهاده بشوند و قانون گذرانده بشود که دیگر نمیتوان از القاب استفاده کرد، مصدق لقب رو کنار نهاده بود خیلی سالها پیش از اون. ولی قوام این گونه نبود و همین دلیل همین گامی که قوام السلطنه پس از کودتای 1299 و دوره کوتاه نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی از ایران، وقتی اون از ایران بیرون کردند، قوام نخست وزیر شد، او با همین عنوان قوام السلطنه نخست وزیر شد و همه اعضای کابینه هم سلطنه و چیزهایی از این دست رو، القاب رو هنوز دنبال داشتن و مصدق هم در این کابینه به نام مصدق السلطنه شناخته می شد، اگرچه خود او علاقمندی چندانی به این کار نداشت. با اینکه پس از آغاز پادشاهی رضا شاه به درستی القاب کنار نهاده شد و افراد نام خانوادگی داشتند، قوام به این کار تن در نمیداد. البته قوام پس از دوران کوتاه نخست وزیری در آغاز کار بیشتر کنار نشین بود و درگیر در سیاست نبود. مصدق هم همینطور، او هم از سوی رضا شاه به بازی گرفته نمیشد، تا اینکه شهریور 1320 پیش آمد و رضا شاه از ایران روانه جزیره موریس شد و محمد رضا شاه به پادشاهی نشست و فروغی که نخست وزیر بود بیمار شد و قوام به نخست وزیری بازگشت. یکی از نخستین کارهایی که قوام در همون روز و شاید دقایق آغاز نخست وزیری خودش انجام داد این بود که با نام قوام السلطنه به نخست وزیری بازگشت. یعنی فرمان شاه نه به نام احمد قوام بلکه به نام احمد قوام السلطنه صادر شده. نخستین و شاید تنها کسی باشد که در دوران 15-16 سال پس از کنار نهاده شدن القاب بار دیگر لقب رو برای خودش دستچین کرد، لقب گذشته رو، و حتی لقب تازه‌ای هم پس از اون از محمد رضا شاه گرفت در دوران مذاکرات برای دوره دومی که نخست وزیر بود، مذاکرات برای بر سر مسئله نفت و آذربایجان، نفت شمال، و در اونجا هم یک لقب تازه ای از شاه گرفت. خیلی شیفته القاب بود و دستور داده بود و اسنادش هست که در نخست وزیری او رو قوام السلطنه بنامند و خب به راستی نشان میداد که آدمی است سخت شیفته این نوع رفتار، در حالی که زنده یاد دکتر محمد مصدق پس از اینکه در مجلس 14 نماینده اول تهران شد هیچگاه این لقب سلطنه رو برای خودش استفاده نمی کرد. این رو توده ای ها را انداختند، او رو مصدق السلطنه می خواندند تا نشان بدهند که او از شمار اشراف و زمینداران است و این رو بعدها هم آدم های فرومایی که درباره مصدق نوشتند و نقد کردند، مانند اون داستانی که آقای متینی نوشته است و یا آقای میرفتروس نوشته است، اینها بار دیگر برگشتند و مصدق السلطنه رو به نام مصدق برجسته کردند. اجازه بدهید در اینجا من یک نکته رو اشاره کنم. من از افرادی که نام میبرم ممکن است به تلویزیون اندیشه شکایت کنند که به اونها هم باید وقت داده بشود که بیایند و در این تلویزیون در پاسخ به من سخنانی بگویند. برنامه های بنیاد آینده برنامه های مستقلی از تلویزیون اندیشه است و این برنامه ها با قرارداد از تلویزیون اندیشه گرفته شده.
تلویزیون اندیشه هیچ مسئولیتی در برابر سخنانی که من میگویم ندارد. افرادی که من از اونها نام میبرم اگر شکایتی داشته باشند باید از همین راه بنیاد از همین راه اندیشه با بنیاد آینده تماس بگیرند. من با کمال میل هر زمان اونها خواستن در برنامه اونها رو دعوت میکنم و اگر خواستن پای گفتگو با اونها می نشینم و هیچ گرفتاری در این زمینه نخواهم داشت. بارها هم در گذشته گفتم که هر کجا و هر زمان این آدم ها حاضر به مناظره باشند من هزینه سفر اونها رو هم پرداخت خواهم کرد. اما برویم بر سر موضوع اصلی. 30 تیر ماجرا به این گونه بود که مصدق که باور داشت دربار در کارهای او گرفتاری ایجاد کرده است و نمیگذارد که کارها درست جلو برود، به ویژه در رابطه ای که شاه با امیران و افسران ارتش داشت که سودای در واقع کنار نهادن او رو داشتند، از شاه درخواست کرد که پیشتر از اون هنگامی که نخست وزیر شد بر پای سنت گذشته وزیر جنگ رو به دربار در واقع اختصاص داده بود. یعنی از دربار میپرسید که به داوری شما، از شاه میپرسید که کی وزیر جنگ باشد. البته میدانید که در دوران مصدق عنوان وزارت جنگ تغییر پیدا کرد و دفاع ملی به وجود آمد و این وزارتخانه یا ریاست ستاد رو یا فرمان رو فرمانداری فرمان در واقع سرپرستی کل قوا رو که قبل پیشتر پذیرفته بود که شاه در اختیار داشته باشه، چون قانون اساسی هم این گونه بود، مصدق از شاه خواست که در دوره تازه پس از انتخابات مجلس 17 که به طور سنتی نخست وزیر استعفا میداد و دوباره مجلس رأی اعتماد به او میداد، از شاه خواسته بود که وزارت دفاع رو هم خود او در دست بگیره. شاه نپذیرفته بود و گفته بود که این خلاف قانون اساسی است. جالب اینجاست که خیلی سالیان پیش هنگامی که احمد شاه قاجار در فرانسه زندگی میکرد و پادشاه ایران بود و بر پایه همان قانون اساسی فرماندهی کل قوا در دست او بود، رضا شاه که هنوز پادشاه نشده بود و نخست وزیر بود اصرار داشت که وزارت جنگ و فرماندهی کل قوا رو هم در دست داشته باشه. می گفت احمد شاه ممکن است با فرمانی از راه دور من رو برکنار کنه و من باید این اختیار رو داشته باشم. احمد شاه تن در نمیداد و بر پایه یادداشتهایی که از اون دوران به جای مانده، از جمله خاطرات دولت آبادی، بسیار خاطرات جالبی هم هست، چون رضا شاه تهدید کرده بود رضا خان که از کار کناره خواهد گرفت، تصمیم میگیرن که از یک حقوقدان بررسی این موضوع و این اصل قانون اساسی رو از یک حقوقدان بپرسند و این حقوقدان کسی جز دکتر محمد مصدق نیست. یعنی از محمد مصدق که یک حقوقدان برجسته و نماینده مجلس در اون هنگام بوده، از او پرسش میکنن که داوری او درباره این اختلاف بین احمد شاه و رضا خان چیست و مصدق به سود رضا شاه رأی میدهد یا رضا خان آن موقع، میگوید که مجلس میتواند در تفسیر از این ماده همه اختیار رو به نخست وزیر واگذار کنه و مجلس چنین هم میکنه و این تصمیمی که گرفته میشود و به سود رضا شاه آینده تمام میشود و او رو تقویت میکنه، این با اندرز و رایزنی حقوقی مصدق صورت گرفته بود. حالا مصدق خیلی سالها پس از اون، نزدیک به 26-27 سال پس از اون، با برپایه همان تفسیری که خود او کرده بود و این حقوق رو به رضا خان واگذار کرده بودند، از شاه میخواهد که او این حقوق رو داشته باشه و شاه زیر بار نمیره و معروف است که میگوید که پس به این است که مصدق می آید و در 26 تیر ماه 1331 بدون مشورت با هیئت وزیران و یارانش استعفا می ده. خود او بعدها گفته که اشتباه کرده و نباید استعفا می داد. خب از این فرصت بهره می جویند و
اقلیتی که در مجلس جمع بوده، اکثریت این اقلیت با حد نصاب البته رأی تمایل میدهد به نخست وزیری قوام السلطنه احمد قوام، و شاه فرمان نخست وزیری رو به نام قوام صادر میکنه. و تا اینجا هنوز گرفتاری در پیش نبوده، چون مصدق رو شاه برکنار نکرده بوده، مصدق خود استفاده داده بوده، یعنی نتوانسته بوده در پذیرش نخست وزیری در مذاکراتی که با شاه انجام میداده او رو قانع کنه که همان حقوقی که پدر او از احمد شاه ستانده بود، مصدق هم دارنده همان حقوق باشد. مصدق استعفا میدهد، خود او میگوید اشتباه کردم، در اون زمان من هم بر این باور هستم که اشتباه کرده بود و نباید استعفا میداد، و راه رو برای نخست وزیری قوام که از آدمهای بسیار بسیار مخالف سرسخت مصدق بود و خیلی از همون روزهای نخست وزیری مصدق پادرمیانی میکرد که انگلیسی ها او رو به نخست وزیری بر شاه و مجلس تحمیل بکنند و مخالف ملی شدن صنعت نفت بود، راه رو برای این کار باز کرد. قوام نخست وزیر شد و مردم واکنش های خیلی آرامی در آغاز نشان میدادند تا اون پیام معروف قوام، پیام کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، در رادیو خوانده شد. البته این پیام بر پایه شعری از منوچهری دامغانی است که کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، در مورد بهار است و انگور و چیزهایی از این دست، ولی بر روی این رو اندکی دستکاری کردند که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. و در این بیانیه‌ای که در رادیو خوانده شد بسیار تند قوام پیام داد به مردم که من چوبه های دار در خیابان ها برپا خواهم کرد، محاکمه صحرایی خواهم کرد و دوران عوض شده، هر کس مخالفتی بکنه چنین و چنان خواهم کرد. خیلی ها بر این باور هستند که اگر قوام چنین بیانیه ای رو بیرون نمیداد چه بسا شورش سی تیر روی نمیداد، و زمینه در واقع این برانگیخته شدن مردم از یک سوی بخت اونها در کنار جوی مصدق است که باور داشتن که توطئه‌ای در کار است، و از سوی دیگر این رفتار قوام مردم رو به خیابان کشید، در سی تیر شمار بسیاری از مردم کشته شدند. قوام میگوید که من هرگز دستور تیراندازی به سوی مردم رو صادر نکردم، بسیاری میگویند که خود او در دادن دستور برای تیراندازی حتما درگیر بوده، ولی به هر روی شمار بسیاری از مردم کشته شدند. و در واکنش به این موضوع با پادرمیانی بسیاری از سیاستمداران کهنسال ایران، از آدمهایی که به هر روی شاه رو خوب میشناختند، قوام تن به استعفا داد و همان شامگاه سی تیر، مجلسی که پیشتر رأی اعتماد به قوام داده بود، رأی تمایل به مصدق داد، و شاه همان شامگاه فرمان نخست وزیری تازه مصدق رو دستین نهاد و مصدق به نخست وزیری بازگشت. این ماجرای سی تیر بود که دیروز سالگرد این سی تیر بود. 31 تیر هم که امروز هست سالگرد رویداد بسیار مهمی است، یعنی درست یک روز پس از بازگشت مصدق به نخست وزیری، دیوان لاهه به سود ایران رأی داد. و این ماجرایی است که این دو با هم در هم آمیخته، و من به ماجرای دیوان لاهه اشاره خواهم کرد. بله، پیکره است، یکی از پیکرهایی است که مصدق رو در دیوان لاهه نشان میدهد که به اون خواهم پرداخت. بله، اما بازگردیم به آنچه که در مورد سی تیر با شما در میان میگذاشتم. بازگشت پیروزمندانه مصدق به نخست وزیری برگرده واکنش عمومی مردم در تهران و شهرهای دیگر، یک پیام پنهانی رو هم در بر داشت. پیام این بود که مصدق رو از راه قانونی نمیتوان برکنار کرد، چون اگر واکنش نسبت به استعفای خود مصدق و نخست وزیری قوام چنین شورش بزرگی بوده باشد، اگر توطئه‌ای بکنند و مصدق رو از راه رأی عدم اعتماد یا
فرمان شاه برکنار کنند، حتما شورش در خواهد گرفت. این است که دست به کار شدند برای کنار نهادن مصدق از یک راه دیگری که پیامد اون در 25 و 28 مرداد از راه دو کودتا، یکی ناکام و دیگری کامیاب، به وقوع پیوست. یعنی نخستین 25 مرداد، 25 26 مرداد ناکام ماند و در 28 مرداد توانستند مصدق رو براندازند. دریافته بودند که جز از راه خشونت آمیز و مسلحانه و درگیر کردن نیروهای نظامی و به اصطلاح قیام ملی نمیتوان، بهش میگفتن قیام ملی، نمیتوان مصدق رو کنار نهاد. باید حضور پرخشمی، حضوری نظامی در خیابانها داشته باشند تا بتوانند مصدق رو برکنار کنند. و این زمینه کودتای 28 مرداد 1332 بود. این پیام در 30 تیر شکل گرفت و ماجرایی است که من در جلد دوم کتاب سوداگری با تاریخ که امیدوارم همین روزها در دسترس شما قرار بگیره به درازا توضیح دادم. دیگران هم در این زمینه کارهایی کردند و کارهای تازه‌ای در این زمینه منتشر شده که امیدوارم که شما هم میهنان دسترسی به اونها داشته باشید و با این جنبه های تا حدودی ناروشن تاریخ به ویژه نسل جوان ایران آشنا بشوید و بدانید که این رویدادها چگونه شکل گرفته و از کجا بلند شده. 30 تیر پیش درآمدی بود برای رویداد 9 اسفند به بهانه اینکه شاه میخواد از ایران خارج بشود و سرانجام 25 و 28 مرداد که در برنامه های دیگری به اونها خواهم پرداخت. اما برنامه امروز رو میخواهم بیشتر به ماجرای دیوان لاهه اختصاص بدهم، چرا که این دو با هم پیوند دارد. یعنی کوشش مصدق برای اجرای ملی شدن صنعت نفت با ماجرای 30 تیر پیوندهایی دارد. این که میگویم کوشش زنده یاد مصدق برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، از این روز که این آدم هایی که این روزها میگویند که مصدق اشتباه کرد، نفت نباید ملی میشد و این به ایران زیان رساند، این برداشت و تصویر رو میدهند که گویا نفت رو مصدق نشست و ملی کرد. یعنی مصدق آمد شد نخست وزیر و با نخست وزیر شدن نفت رو ملی کرد و با ملی کردن صنعت نفت ایران رو در برابر بریتانیا و جهان قرار داد. خب این یک دروغ بزرگ تاریخی است. نفت رو مصدق ملی نکرد. موضوع ملی کردن صنعت نفت ماجرایی بود که نزدیک به 7 سال، 6 سال، 7 سال پیش از، دست کم 6-7 سال پیش از ملی شدن صنعت نفت یا لایحه ملی کردن صنعت نفت در میان سیاستمداران و نخبگان ایرانی مطرح بود و حتی مذاکراتی در دوران ساعد مراغی با نماینده شرکت نفت ایران انگلیس برای اصلاح قرارداد 1933 انجام شد که مجلس این رو نپذیرفت و مصدق یکی از مخالفان این لایحه الحاقی بود. این جنب و جوشی که در جامعه در گرفت سرانجام باعث شد که در مجلس 16 یک کمیسیونی به وجود بیاید، کمیسیون 18 نفره، کمیسیون ویژه نفت، که این کمیسیون ویژه نفت که مجلس انتخاب کرده بود تنها 6 نفر از اعضای این کمیسیون از فراکسیون هوادار مصدق بودند، ولی همه پذیرفتند که مصدق رئیس این کمیسیون بشود. و این کمیسیون بود که در 2 دوره، نخست آمد و گزارش داد که کمیسیون رأی داده به اینکه لایحه الحاقی استیفای حقوق ملی ایران رو نمی کنه و این رو مجلس پذیرفت. و سپس همین کمیسیون نشست و بررسی کرد و به اتفاق آرا حتی کسانی که مخالف مصدق بودند رأی دادند به ملی کردن صنعت نفت و این لایحه ملی شدن صنعت نفت رو کمیسیون ویژه نفت به مجلس آورد. مجلس به اتفاق آرا رأی داد. توجه کنید، اینها پیکره های مربوط به لاهه است، الان نشون ندید تا برم به دیوان لاهه. بله،
مجلس شورای ملی به اتفاق آرا از جمله کسانی که دشمنان سوگند خورده مصدق و آدمهای مزدبگیر بریتانیا در مجلس بودند، سرشناس بودند، آدمهایی که پول میگرفتند، اینها هم زیر فشار اجتماعی رأی به ملی شدن صنعت نفت دادند. مجلس سنا که بیشتر اونها از مخالفان مصدق هم بودند، رأی مجلس شورای ملی رو تایید کرد و در شامگاه 29 اسفند 1329 شاه بر این قانون دستین نهاد و سال 1330 با جشن و پایکوبی برای ملی شدن صنعت نفت آغاز شد. نفت رو مصدق ملی نکرد، مصدق رهبر این جنبش بود. ملت ایران یعنی در واقع نمایندگان مجلس زیر فشار ملت رأی به ملی شدن صنعت نفت دادند و شاه بر اون دستینه نهاد. همه در این کار درگیر بودند. مصدق با پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور، نخست وزیری رو در اردیبهشت سال 1330 پذیرفت، نه در شامگاه اسفند 29 اسفند 1129. و در این فاصله الان نخست وزیر بود، ولی به مصدق پیشنهاد شد و او هنگامی که این نخست وزیر رو پذیرفت و آمد به مجلس برای گزینش هیئت وزیران، اعلام کرد که این مسئولیت رو به این شرط میپذیره که دو مسئولیت اساسی داشته باشه: اصلاح قانون انتخابات و اجرای ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور. و مجلس با اکثریت قاطع نمایندگان رأی به او داد، رأی اعتماد به او داد، و چند بار هم کوشش در استیضاح او بود، باز هم بیشتر نمایندگان از مصدق پشتیبانی کردند. از این رو این سخن که مصدق آمد و شخصا یک سویه خودسرانه نفت ایران رو ملی کرد، دروغ تاریخی است و نقش مردم رو، نقش مجموعه نیروهای فعال ایران رو در اون هنگام در نظر نمیگیره که چگونه مردم در ملی کردن صنعت نفت در میدان بودن، در خیابان بودن، در صحنه سیاست حضور داشتن و مصدق رهبری این جریان رو در دست داشت. نه این است که خود او رفت و نشست و برنامه ریزی کرد و نفت و خودسرانه ملی کرد و بعد هم ما تاوانش رو دادیم. اینا تاریخ سازی هایی است که باید به کنار نهاد. اما می رویم به سراغ دیوان لاهه و بسیار هم مهم. اما پیش از اینکه به دیوان لاهه بپردازیم، در بخش دوم این برنامه به سر موضوع لاهه، لاهه یا دنهاگ از انگام سازمان یافتن این نهاد سازمان ملل به عنوان یک دادگاه جهانی برای رسیدگی به شکایات دولت ها از یکدیگر پذیرفته شد و رفته رفته گسترش پیدا کرد. دیوان داوری لاهه دیوانی بود که همه کشورهایی که عضو سازمان ملل می شدند می پذیرفتند که اگر شکایاتی از یکدیگر دارند نخست به این دیوان رجوع کنند. در 26 ماه می برابر 4 خرداد 1330، 26 ماه می 1951، 4 خرداد، مصدق در پایان هفته نخست اردیبهشت نخست وزیری رو پذیرفته بود، مجلس رأی داده بود، فرمان به نام او صادر شده بود. در واقع کمتر از یک ماه پس از آغاز نخست وزیری مصدق، دولت بریتانیا علیه ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. یه لحظه توجه کنید به این موضوع. مجلس شورای ملی در پایان اسفند 1330 29 پوزش میخوام 1329 به اتفاق آرا رأی داده به ملی شدن صنعت نفت. مصدق 2 ماه اندی پس از اون، یا 1 ماه اندی پس از اون، 1 ماه اندی پس از اون به نخست وزیر رسیده.
دولت بریتانیا شکایت خودش رو علیه دولت ایران پس از اینکه مجلس شورای ملی به اتفاق آرا رأی به ملی شدن صنعت نفت داده، به دیوان لاهه نبرده. پس از نخست وزیری مصدق که او تعهد به اجرای این لایحه داشته، در اون هنگام یک ماه، کمتر از یک ماه پس از آغاز نخست وزیری مصدق، به دیوان داوری لاهه علیه ایران شکایت کرده. در 22 ژوئن همان سال، یعنی در 22 ژوئن سال 1951، 31 خرداد 1330، دادگاه لاهه روز 3 سپتامبر یا 11 شهریور رو برای دادخواست یا لایحه بریتانیا و روز 3 دسامبر یا 11 آذر رو برای پاسخ به دادخواست یا لایحه جوابیه از سوی ایران اعلام کرده. دادگاه به درخواست بریتانیا مهلت تحویل دادخواست را برای بریتانیا تا 10 اکتبر و به درخواست ایران مهلت تحویل پاسخ به دادخواست را تا 11 فوریه 1952 یا 21 بهمن افزایش داده، گسترش داده. بنابراین شکایت در دیوان لاهه است. دولت بریتانیا از این هم فراتر می رود. ببینید این دونمنشی این دولت رو نگاه کنید و شرکت نفت ایران انگلیس رو. دولت بریتانیا از این هم فراتر می رود و در همان نشست 31 خرداد، همان زمانی که شکایت رو به دادگاه بردند، یعنی 22 ژوئن 1951، از دیوان دادرسی درخواست میکنه که برای جلوگیری از به اجرا گذاشته شدن ملی شدن صنعت نفت یا به قول معروف خلعیت، قرار تأمینی صادر کنه. قرار تأمینی یعنی اینکه شما از یک دادگاهی میخواهید که تا هنگام بررسی این شکایت اون دارایی رو که مورد شکایت متوقف کنه، بازداشت کنه. یعنی شما، یعنی اینها از دیوان لاهه میخواهند که دولت ایران نتواند تا هنگام رسیدگی نهایی این شکایت قانون ملی شدن صنعت نفت رو اجرا بکنه و این رو به تعویق بندازه. این هم درخواستی است که دولت بریتانیا اعلام میکنه. خب دولت ایران با ناتوانی های زیادی در برابر این شکایت دولت بریتانیا ایستاده. دولت بریتانیا یک دولت استعماری کهن با پول کلان، امکان حقوقی بسیار و با پشتیبانی ضمنی بسیاری از کشورهای دیگر جهان با ایران در افتاده. ایران کشوری است روی هم رفته ناتوان نسبت به بریتانیا. درآمد نفت قطع شده به دلیل ملی شدن صنعت نفت و پول کلانی در اختیار مصدق نیست و باید با این همه به این شکایتی که علیه ایران در دیوان لایحه شده پاسخ بدهند و با گرفتاری هایی در وزارت امور خارجه این کار رو آغاز میکنند و پاسخ و دادخواست هایی رو به دیوان لایحه میفرستند. بیشتر کارهای مربوط به دیوان لایحه از سوی سفیر ایران یا وزیر مختار ایران در بروکسل انجام می شده، چون ایران در هلند، ببخشید، در آمستردام انجام می شده، نه در بلژیک. در آمستردام سفارتخانه ای داشته، وزیر مختار آقای بیات بوده و ایشان در واقع کارها رو مورد بررسی قرار می دادن و بیشتر کارها از طریق ایشان به دیوان لاهی می رفته. این آقای یعنی آمدن یه تاریخی در واقع در مورد این دوران نوشتن، آقای امیر اسلان افشار که در اون هنگام نفر چهارم، یعنی پایین ترین سطح کادر حرفه‌ای این سفارتخانه بوده، در یادماندهی که همین نویسنده معروف پاسخ به یعنی آسیب شناسی شکست فراهم کرده، چنان وانمود میکند که گویا او همه کاری این موضوع و رسیدگی به شکایت ایران بوده. اصلا دروغ محضه. ایشان نقش چندانی در این زمینه نداشتند
مأمور نسبتاً پایینی در سفارت بودند، نفر چهارم در سفارت بودند و نمی توانستند در این زمینه نقش داشته باشند. این که می گویند ایران بر بریتانیا در دیوان لاهه چیره شد، برخی تصور می کنند که دیوان لاهه علیه شکایت بریتانیا رأی داد، در حالی که چنین نیست. یعنی کار به اینجا هیچگاه نکشید. می دانید که دو هفته پیش از رسیدگی نهایی به پرونده مربوط به ایران، مصدق به لاهه رفت و از جمله با رولند که بیات با او دیدار کرده بود و یک وکیل بلژیکی بود و پذیرفته بود که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق ایران رو نمایندگی بکنه، با او نشست و برخاست داشت. فرزند او دکتر غلام حسین مصدق میگوید که همه پرونده ها رو با خودش داشت مصدق و شب با این پرونده ها میخوابید. بیمهراس داشت که این پرونده ها رو دولت بریتانیا بدزدد. حتی انگامی که سوار هواپیما میشدن این بیمهراس در میان اونها وجود داشت. و این سعید فاطمی زنده، یاد سعید فاطمی که چندی پیش درگذشت، او بود که این پرونده ها رو از وزارت امور خارجه تحویل گرفته بود با ترجمه ها و همراه خودش شبانه به هواپیما برده بود تا اینکه بقیه آمدن و با هم پرواز کردن به سوی پروازهایی که واقعا اون زمان هم عجیب بود، برای اینکه پرواز مستقیم وجود نمی داشت، دو سه جا باید توقف میکردن تا برسن سرانجام به لاهه. رولن این پرونده ها رو از مصدق خواست و غلام حسین مصدق میگوید که اصلا در تشویش بود مصدق که نکند این پرونده ها رو رولن گم بکنه یا از دست او بدزدن. این چنین نگران این پرونده ها و این اسناد بود. البته بیشتر کوشش ایران در اون هنگام این بود که نشان بدهند که پیمان 1933 زیر زور بر ایران تحمیل شده و مجلس مشروطه در اون هنگام در دوران رضا شاه مجلس مشروعی نبوده و این مجلس مشروعیت نمی داشته. نمایندگان رو در واقع خود نخست وزیر و پادشاه برمی گزیده و اینها در واقع یک اختیار مستقلی نداشتند، نماینده ملت نبودند و میخواستن از این استدلال استفاده کنند که نشان بدهند که قرارداد 1933 قرارداد غیرقانونی است و بنابراین لایحه الحاقی به این قرارداد هم یا اون کاری که برای اصلاح این قرارداد در دوران ساعد کردند، این هم نمیتواند درست باشد. بنابراین ملی شدن صنعت نفت بخشی از حقوق مردم ایران برای گرفتن حق حاکمیت ملی است و درست هم است. اما به اینجا نکشید کار. یعنی هیچگاه دادگاه به طور کامل به این ادعای دولت بریتانیا و واکنش دولت ایران پاسخ نداد، اگرچه این به دادگاه رفت و در دادگاه در اون هنگامی که مصدق هم حضور پیدا کرده بود دادخواست دولت بریتانیا خوانده شد و واکنش دولت ایران هم در برابر دادگاه قرار گرفت. اما ایران بر پایه یک شگرد دیگری، یک زیرکی دیگری توانست در دادگاه لاهه پیروز بشود و اون موضوعی بود که در وزارت امور خارجه از سوی چند نفر از نخبگان وزارت خارجه در اون هنگام کشف شد. یعنی اینها نشستند و قرارداد 1933 رو به دقت خواندند و دریافتند که برخلاف قرارداد دارسی، در قرارداد 1933 که قراردادی بود پس از قرارداد دارسی، یعنی قرارداد دارسی رو کنار نهادن و یک پیمان جدیدی رو با ایران بستن در 1933، یک بندی آمده که این بند رو دولت بریتانیا افسوده بود، شرکت نفت ایران انگلیس در واقع افسوده بود. این بند این گونه بود که دو طرف این پیمان، دولت ایران از یک سوی و شرکت نفت ایران انگلیس از سوی دیگر که دولت بریتانیا سهامدار اصلی شرکت نفت ایران انگلیس بود، این طرفین نمی توانند شکایت های خودشون رو بیرون از حوزه حقوقی این دو کشور انجام بدهند. ببینید با چه رضایتی زیرکانه آمده بودند و این
بند رو افزوده بودند و ایرانیان چندان از این بند آگاهی نداشتند. بند این بود که شکایت ایران علیه دولت بریتانیا در دادگاه های بریتانیا مورد بررسی قرار می گیرد و شکایت بریتانیا علیه ایران در دادگاه های ایران. خب هنگامی که در ظاهر به این نگاه می کنید، به سود ایران است که شکایت بریتانیا علیه ایران در دادگاهی در درون ایران مورد بررسی قرار بگیرد. اما بریتانیا که همه کاری این پیمان بود و یک کتاز در واقع اداره این پیمان، شکایتی علیه ایران نداشت. گرفتاری در این بود که اگر ایران شکایتی از شرکت نفت ایران انگلیس می کرد، این باید در دادگاه های بریتانیا مورد بررسی قرار می گرفت که روشن از تکلیف این شکایت چه می شود. و در این بند آمده بود که هیچ دادگاه دیگری، دادگاه بین المللی از جمله لاهه و دادگاه های بیرون از این دو کشور، حق رسیدگی به شکایات این دو طرفین رو، دو طرف این قرارداد رو از هم ندارند. این رو دولت بریتانیا گنجانده بود در این پیمان و دولت ایران، دولت مصدق، این رو دریافت. در نتیجه پیش از این که دادگاه لاهه به بررسی نهایی شکایت بریتانیا علیه ایران، شکایت شرکت نفت ایران انگلیس و دولت بریتانیا علیه ایران بپردازد، دولت ایران یک دادخواست تازه ای رو به دیوان لاهه برد و این بند رو در برابر دیوان لاهه نهاد و صلاحیت دیوان لاهه رو برای رسیدگی به این شکایت مورد پرسش قرار داد. یعنی اعلام کرد که بر پایه این بند که دولت بریتانیا، شرکت نفت ایران انگلیس با ایران امضا کرده، دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت شرکت نفت ایران انگلیس و دولت بریتانیا رو علیه ایران ندارد. این شکایت تنها میتواند در دادگاهی در ایران مورد بررسی قرار بگیرد و حتی نه در یک دادگاهی در بریتانیا، تنها در ایران. دیوان لاهه به سود ایران رأی داد با اکثریت آرا، 5-9 به سود ایران رأی داد. و حتی نماینده بریتانیا در دیوان لاهه، نماینده انگلیسی، قاضی انگلیسی در دیوان لاهه به سود ایران رأی داد. بنابراین این پیروزی ایران نه در مورد شکایت بریتانیا یا شرکت نفت ایران انگلیس علیه ایران، در بندی بود که زیرکانه ماموران شرکت نفت ایران انگلیس در این پیمان نهاده بودند تا از حقوق ایران جلوگیری بکنند و این به زیان اونها تمام شد. دولت دکتر محمد مصدق این بند رو دریافت و برکاین دادخواست تازهی به دادگاه داد و اعلام کرد که شکایت دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس رو دیوان لاهه نمیتواند بررسی کند و دیوان لاهه به عدم صلاحیت خودش رأی داد. در روز 31 تیر ماه 1331، یک روز پس از پیروزی شورش به راستی بزرگ 30 تیر و بازگشت مصدق به نخست وزیری، خبر خوش پیروزی ایران به گوش مردم ایران رسید و دیوان لاهه به عدم صلاحیت خودش رأی داد. در تاریخ پر از سرفکندگی دیپلماسی در ایران، این یکی از برگ‌های درخشان پیروزی ایران در سپهر بین‌المللی بود. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش.